سلام، من پریسا سرسنجانی هستم. به کانال من خوش اومدید. در این ویدیو جلسه دو سلامت روح و جسم رو با هم دیگه داریم که راهکارهای بسیار ساده و مفید و ارزون داره که هیچ عوارضی برای هیچ کس نداره. من جلسه یک رو در پلیلیست مربوطه قبل ضبط کردم، برای همینم هم حتما نگاه کنید برای آشنایی بیشتر و توضیحات کامل این جلسات، و امیدوارم که با آموزش‌های قبلی احساس بهتری رو در حال تجربه باشید. موضوع بسیار مهم این جلسه مربوط میشه به دفع سموم از بدن و مشکل یبوست در بزرگسالان و حتی کودکان که بخش عظیمی از سلامت روح و جسم ما رو شامل میشه، و متاسفانه خیلی از افراد با این موضوع درگیر هستن و حتی از آگاهی ندارن از این موضوع. برای همین هم ما شاهد خیلی بیماری‌های روحی و جسمی در افراد هستیم، و با حل این مشکل کلی از بیماری‌های روحی و جسمی افراد برطرف خواهد شد. پزشکان و روانشناسان حرفه‌ای معمولا سوال مهمی که مراجعه کننده‌هاشون می‌پرسن اینه که آیا با مشکل یبوست درگیر هستن یا نه، و بیشتر اوقات مراجع کننده ها متعجب میشن که این موضوع چه ربطی با بیماریشون داره. ولی تحقیقات علمی و معتبر جهانی ثابت کرده که موضوع یبوست میتونه مشکلات خیلی زیادی رو توی روح و جسم ما ایجاد کنه که من به طور خلاصه به چند تا از اونا براتون اشاره میکنم. سردردهای نامشخص، چرب شدن کبد، مشکلات کلیه، درد مفاصل، خستگی و احساس سنگینی در بدن، تنگی تنفس، کدر شدن پوست و ایجاد جوش، دردهای شکمی و معده، بوی بدن در قسمت‌های مختلف بدن، ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن، عصبانیت‌های پی در پی، احساس بد روحی و حتی از بین رفتن سلول‌های مغزی که موضوع بسیار مهمیه، و خیلی از مشکلات ناشناخته دیگه که تعادل روحی و جسمی ما رو به هم می‌ریزه. در واقع کسی که مشکل یبوست داره مثل این میمونه که هر روز با خودش یه سطل آشغال بزرگ رو حمل میکنه که فکر نمیکنم هیچ کسی دوست داشته باشه همچین کاری رو انجام بده. برای همینم هم درستش اینه که حداقل یک بار در 24 ساعت عمل دفع کردن به طور طبیعی و بدون دارو و به راحتی انجام بشه. حالا برای حل این مشکل بزرگ و مهم راه حل های بسیار ساده و مفید وجود داره که برای همه قابل دسترس و قابل اجراست. راه حل اول نوشیدن آب گرم قبل صبحونه است که من در مورد این موضوع به طور مفصل توی جلسه یک سلامت روح و جسم براتون توضیح دادم. حتما اون ویدیو رو نگاه کنید چون راهکارهای بسیار مفید برای کل بدن داره. و راه حل های دیگه اینه که در کنار تمام چیزهایی که ما در طول روز و در طول هفته میخوریم یه سری مواد غذایی ساده و قابل دسترس رو اضافه کنیم به غذای روزانمون که به دفع سموم و پاکسازی کل بدن ما کمک میکنه و خیلی مفید هستن. و البته اولش ممکنه براتون سخت باشه شروعش، ولی آهسته و پیوسته با تمرین و تکرار بدنمون عادت میکنه. پس در هر موقعیت جغرافیایی که هستید مهمترین چیز استفاده مرتب از برکات ارزشمندی هستش که این طبیعت و زمین در اختیار ما قرار میده. شامل انواع سبزیجات مثل کاهو، کلم، خیار، گوجه، هویج، کرفس، کدو، لوبیا سبز، تروب، گشنیز، جعفری، ریحون، بامیه، انواع جوانه، انواع قارچ ها، تخم ریحان که البته داخل پرانتز بگم حتما باید 20 دقیقه تا نیم ساعت داخل آب خیس بخوره و بعد استفاده بشه که برای معده هم خیلی مفیده، و هر چیز ساده‌ای که توی اون منطقتون در اختیارتون دارید و میتونید ازش استفاده کنید رو میتونید تمام این مواردی که من نام بردم رو به سادگی و به راحتی خورد کنید و با هم دیگه میکس کنید و مثل سالاد ازشون استفاده کنید بدون هیچ افزودنی مضر و غیر طبیعی مثل سس اینا، یا اینکه میتونید جداگانه تمام این محصولات رو مصرف کنید دونه دونه.
و یا میتونید همه این محصولات رو با هم و یا به طور جداگانه مخلوط کنید تو آب میوه گیری و یه نوشیدنی خیلی سالم و عالی درست کنید. و یا اگر مشکل معده دارید و نمیتونید مواد غذایی خام استفاده کنید، میتونید به راحتی اینا رو بجوشونید یه مقداری و بعد استفاده کنید از این محصولات. و یک راه ساده دیگه هم هست، اینه که شما میتونید تمام این محصولات رو به شکل سوپ درارید، یعنی بپزیدشون و میتونید به این چیزای خیلی خوب مثل جو، گندم، برنج، پیاز، سیب زمینی، سیر، ذرت، کنجد، انواع حبوبات و یک سری ادویه‌جات خیلی مفید مثل زردچوبه، دارچین، زنجفیل و زیره بهش اضافه کنید که در جلسات آینده سلامت روجز در مورد خواص شگفت‌انگیز این ادویه‌جات براتون خواهم گفت. البته خیلی محصولات طبیعی و مفید دیگه‌ای هم هستن که برای پاکسازی بدن استفاده میشن، مثل لیمو ترش، سرکه، میوه‌های ترش و یا میوه‌های شیرین که البته دارای قند خیلی بالایی هستن و معمولاً عوارضشون بیشتر از سودشونه. اینا چیزایی هستن که نمیشه به همه توصیه کرد به دلیل شرایط جسمی هر شخص. برای مثال من خودم با خوردن لیمو ترش یا مثلا انگور خیلی اذیت میشم و اصلا بهم نمیسازه. برای همین هم مطمئن شید که مواد غذایی درست رو با توجه به شرایط جسمیتون انتخاب میکنید. ولی به طور کلی هدف ما پاکسازی بدن و دفع سموم از بدن هستش. برای همین هم سخت نگیرید و هر چیزی که در دسترستون هست، هر چیز طبیعی و هلسی از این مواردی که نام بردم در دسترستون هست رو در طول هفته یا در طول روز که خیلی عالی میشه استفاده کنید کم کم تا بدنتون به مرور زمان آیسه و پیوسته عادت کنه به این نوع غذا خوردن. و اگر سلامت روی جسمتون براتون مهمه، موضوع یبوست رو جدی بگیرید و حتی این آموزش ها رو به بچه ها هم بگید تا بدنشون از سن کم عادت کنه. حالا بریم سراغ معرفی کتاب که همونطور که قبلا گفتم ما توی هر جلسه از سلامت روح و جسم به معرفی یک کتاب میپردازیم، چون کتاب های ارزشمند یگانه دوست ما هستن و برای چالش های زندگیمون و مشکلاتمون همیشه راه حل هایی دارن. امیدوارم از کتابی که تو جلسه قبل شما معرفی کردم لذت برده باشید. کتاب این جلسه به اسم سوال های درست از خانم دبی فورد هستش که یکی از آثار ایشونه و کتاب های ایشون ترکیبی از روانشناسی و عرفانه و جزو پرفروشترین کتاب های جهان قرار داره. و خانم دبی فورد هم مثل خیلی از افراد بزرگ دیگه زندگی بسیار سختی رو داشتن از کودکی و با مشکلات خیلی زیادی مثل اعتیاد، روابط نامشروع و بیماری های مختلف درگیر بودن. بر همین هم حتما به شما پیشنهاد میکنم که زندگی نامه ایشون رو بخونید چون خیلی الهام بخشه. و کتاب امروز سوال های درست در مورد 10 سوال خیلی مهم هستش که ما باید هر روز از خودمون بپرسیم که ما رو به فکر میبره و ما رو با خودمون مواجه میکنه، که من این 10 سوال رو برای شما میخونم. سوال 1: آیا این انتخاب مرا به سوی آینده الهام بخش پیش میراند یا در بند گذشته نگه میدارد؟ 2: آیا این انتخاب برای من خوشنودی دراز مدت به بار می آورد یا لذتی آنی در بر دارد؟ 3: آیا من در جایگاه قدرت ایستاده ام یا برای خوشنودی دیگران تلاش می کنم؟ 4: آیا من خوبی ها را جستجو می کنم یا در پی کاستی ها هستم؟ 5: آیا این کتاب بر نیروی زندگی من می افزاید یا انرژیم را از من می رباید؟ 6: آیا من از این موقعیت به عنوان یک شتاب دهنده برای رشد و تکامل استفاده می کنم یا آن را برای سرکوب خودم به کار می گیرم؟ 7: آیا این انتخاب به من توانمندی می بخشد یا ناتوانم می کند؟ 8: آیا این کار از روی عشق ورزی به خیشتن است یا یک عمل خود ویرانگرانه؟ 9: آیا این کار از روی ایمان است یا ترس؟ 10:
آیا من از بخش الهی وجودم انتخاب میکنم یا از انسان بودنم؟ خب این 10 سوال خیلی مهمی بود و برای توضیحات کامل هر سوال و توضیحات بیشتر حتما کل کتاب رو مطالعه کنید. خب اینم از ویدیو امروز بود. یوگا، مراقبه و تنفس عمیق یادمون نره، خوردن سبزیجات و نوشیدن آب گرم یادمون نره، کتاب خوندن یادمون نره تا روح و جسممون آهسته و پیوسته به این موارد عادت کنه و ما قطعاً معجزات رو توی تمام بخش‌های زندگیمون خواهیم دید. ممنونم از وقتتون و اینکه با من همراه بودید و خیلی ممنونم که منو لایک و شیر میکنید و به کانال من سابسکرایب میکنید و همچنین سپاسگزارم برای کامنت های پرمهرتون. اگر سوالی داشتید در قسمت کامنت بپرسید. هفتگی ما ویدیوهای در زمینه موضوعاتی که توی پلیلیست دسته‌بندی کردم خواهیم داشت. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. خدا نگهدار.